بینندگان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. این برنامه را بنیاد مولانا جلال الدین محمد بلخی از لندن خدمت شما پیشکش می نماید. از این بیشتر در مورد فخر الشعرا ایرج میرزا پای صحبت‌های فرهنگیان جغرافیای پهناور زبان و ادبیات فارسی می نشینیم و لذت می بریم. اجازه دهید از شما آغاز کنم، جناب دکتر عبدالرحمن شکور. آقای دکتر عبدالرحمن شکور متخلص به هاوراز، شاعر، محقق، منتقد حوزه فرهنگ و ادب و کارشناس ارزیاب برنامه‌های رادیو و تلویزیون هستند. مدرک دکترایشان را در رشته زبان و ادبیات فارسی به دست آوردند. مدرس زبان کردی اند. چند کتاب و ده ها مقاله علمی پژوهشی در سطح ملی و بین المللی چاپ و ارائه کردند و چند اثر همین اکنون آماده چاپ دارند. اکنون در کردستان ایران و شهر مهاباد زندگی می کنند. شما بفرمایید جناب دکتر عبدالرحمن شکور. به نام آن که هستی نام از او یافت، به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. آغاز کلام به نام الله متعال، خداوند قال و خداوند حال. سلام و عرض ادب دارم خدمت بزرگواران، اساتید گرانقدر و دوستان گرامی. سلام و درود حضور عاشقان شعر و شعور و مخاطبان معزز. آخرین ساعات روز آدینه بر شما گوارا. خب امروز 20 اسفند ماه هست و در آستانه سالگرد درگذشت ایرج میرزا، ملقب به جلال الملک، از شاعران مشهور ایران در عصر مشروطه هستیم. در خصوص زندگی، تفکر، باورها، آثار، سبک ادبی و سرایش ایرج میرزا بسیار سخن رفته. مقاله ها نوشته شده، رساله ها نگاشته شده و تفاسیر و تحلیل های فراوانی انجام شده. از تعلق خاطر این شاعر به اشرافیگری و خاندانش، از نگاه بورژوا مآبانه به جامعه عصر خود، از جبهه گیری های گاه از سر عناد یا انتقام و تصفیه حساب های شخصی و به اعتراض به نابرابری های اجتماعی، منش روشن فکری و آزاداندیشی ایرج میرزا، انتقادهای سیاسی در قالب طنز، حذفیه های پر از گاه واژگان لخت و پورنوگرافیکال، تاختن به ارزش های دینی و گاه سنتی و اینکه به سبک یا پیروی از غرب، ایرج میرزا هم به مضمون و موضوع حجاب میتازد و گاه زنان را به رفع حجاب فرا میخواند و زن محجبه را خوب فاقد ادراک و هوش میخواند. ما این برداشت ها را از اشعار ایشان میکنیم و موارد بسیاری از این دست. اما در حوزه زبان ادبی به حقیقت ایرج و هم نسلانش، به ویژه بعد از مشروطیت، اولین گام ها برای ایجاد تحول در شعر زبان فارسی را برداشتند. ایرج به سهم خود قرائت تازه از زبان را ارائه کرده و اشعارش به سمت ترکیب‌های گاه به ترکیب‌های رفته که رنگ و بوی تازگی دارد. خب حالا ما میتونیم بگیم استفاده تقریبا بی‌نظیر ایرج از زبان ساده و خروج از چارچوب‌ها و قالب‌های رایج در شعر فارسی باعث شده تا شعر او جایگاه ویژه‌ای رو نسبت به شاعران هم دوره خود در ادبیات فارسی داشته باشه. علاوه بر این که پا را از هنجارهای پذیرفته شده و رایج شعر دوره خود فراتر می‌گذارد، معانی و مضامین جدید و فلسفه واقع‌گرایانه ای را به شعر فارسی وارد می‌کند. تا جایی که باعث میشه که فضای جدید ادبی پس از وی شکل بگیره. استاد محجوب، دکتر محمد جعفر محجوب که دیوان اشعار ایرج رو به همراه با تحقیق مفصل در باب زندگی ایرج و نیاکان و دنیای شعری او در سال 42 منتشر کرده، در بحث از مضامین اشعار ایرج ستایش مادر
همانطور که جناب حمید هم در مقدمه فرمودند و اظهار و علاقه او را به یکی از مضامین عمده دیوان اشعار او میداند. اما دوستان، ایرج رو به تمام معنای کلمه باید مادح و شاعر مادر نامید. با وجود آن که در کل دیوان ایرج میرزا بیش از 4-5 قطعه درباره مادر وجود نداره، اما ما میدونیم اغلب مردم او را به عنوان شاعر مادر میشناسند و این صرفاً به خاطر حسن تأثیر و نفوذ همین اندک قطعات او در بین توده مردمه. اشعاری داره مانند این که داد معشوقه به عاشق پیغام، گویند مرا چوزاد مادر، پسر رو قدر مادر دان، رنج کشد مادر از جفای پسر، که این اشعار همگی سرشار از حس ستایش و حق شناسی نسبت به مادر است. این اشعار به دلیل سادگی زبان و صمیمیت و قدرت تأثیر میتونیم بگیم از مشهورترین ستایش نامه ها در حق مادر در شعر معاصر به شمار میرن. در تمام این اشعار دوستان، مادر شخصیتی مهربان، پرعاطفه، دلسوز، غمخوار و در عین حال مظلوم است. هرچند این تصویر بعدها به عنوان یک تصویر کلیشه‌ای و پرکاربرد شاید بگیم در ادبیات فارسی تبدیل میشه. خب اطاله کلام نکنم، چند بیت از یکی از اشعار ایرج میرزا رو با مضمون مادر خدمتون قرائت میکنم و بعد از اون به عنوان حسن خطام یه بخش از مثنوی مادر از این حقیر به زبان کردی، لهجه کردی سورانی، خدمت بزرگواران و شنوندگان و بینندگان گرانسنگ و معزز تقدیم میکنم. گویند مرا چوزاد مادر، پستان به دهان گرفتن آموخت، شبها بر گاهواره من بیدار نشست خفتن آموخت، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت، لبخند نهاد بر لب من بر غنچه گل شکفتن آموخت، پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست، یادش گرامی روحش شاد. یه قسمت از مثنوی دایا، شعری برای مادر از این حقیر تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله که لذت ببرید. شب گویستم بودا یک شعر تکم، شب گویستم بودا یک شعر تکم، گلالای مصنوی یک جیب زیکم، بنوسم وصف دا یک او فرشتی، لجوین او پاک او ذات و سرشتی، لدولی اوم ترازا نیوی برزی، سرم سرما گلای لینوس بلرزی، دسم بر بو قلم خویده کناره، سرنجم دای فرمیس کی دباره، لپی نوسی لپی دستم دروانی، لپی نوسی لپی دستم دروانی، آخر تا امشو قط نم دزانی، که پی نوسو کلی نوسیش بهستن، سیر نیگر لخم لندن بوستن، وتم چی تانه چیه ورنه ردایا، دلم تنگو دنوسم وصفی دایا، سری فرمیسکو پینوس هات گفتار، سری فرمیسکو پینوس هات گفتار، شکندی دنجی به دنجی شویتار، بمن دایا بمن دایک لحق والله بدوری، اگر نیوی ننی چیوی صبوری، سراسر عشق او همی اوینا، سراسر عشق او همی اوینا، دلی گرکان دریای آگرینا، لبونی خواده چه بونی حناسی، لبونی خواده چه بونی حناسی، سنوری بونی آواتو تاسی، بفرموده بهشت جر پین راوا، بفرموده بهشت جر پین راوا، آخر ذاتی لرحمت شک راوا، لشیره رزدک و شیره ممانی، لشیره رزدک و شیره ممانی، حکایت خوان چاوانی،
دزانی که شوداده دبیسی لای لایی که شوداده دبیسی لای لایی زیهان هی ور بنوتی او هوایی هی لایا 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 بنو کور پیشیرینم جیانی دایا بنو رولم بنو رولم خود خیر و شود خیر بدور بیلیت شوی بد ذاتی بی خیر دسی حل دبری بو راز و نیازه دیان آواتی جوانت بود خوازه سلیگ دبیه پری دریای خیالی سلیک دبیه پری دریای خیالی گه شازاده کی کشکی و لمالی دنا دبیه حلوی چنگ بگری شاخ لدالاهوی لقندی لآگری داخ دنا دتکا بزاوای میر و بگلر سچی فخر دکاتشن لبوشر لسنگر دی لسنگر دای برو روی دجمنانی دکاپیت فخر و شانازی دزانی شهیدیش بی ببرواو بیری دایا شهیدیش بی ببرواو بیری دایا دلو پیت خوینی تو ناسی بزایا سری رولی لآمیزی نیانا سری رولی لآمیزی نیانا سرنز راچشترین تابلوی جیانا بله رحمو بزو دل سوزی دایا بله رحمو بزو دل سوزی دایا بپی نوس و بشعر تاریفی نایا ببیدائیک جیان شو گاوری تارا ببیدائیک جیان شو گاوری تارا آخر دائیک نسی پر وردگارا ببورا دائی جان وسپد محالا ببورا دای جان وسبد محالا مخاب انزید لجینم دا بطاق اعظام حضورتون اگر اجازه باشه و وقت باشه یه تیک شعر نو حالا جوانانه حالا بگم جوانانه من براتون دکلمه بکنم و خدمت دوستان و مخاطبان عزیز بفرمایید. دموکراتیک ترین لحظات من و تو در مهتابی ترین شب خدا در مهتابی ترین شب خدا به سراغت خواهم آمد با دستانی از جنس تمنا لبانی از عطش و تنی گر گرفته خواهم آمد با مسترین واژه ها و بیقرارترین تعبیرات شیدایی و اوریانترین شعر عاشقانه دنیا را با تو خواهم سرود خواهم آمد و بر پهنه سرزمین سیمین تنت همراه با نسیمی از جنس نوازش کاروانی از بوسه عبور خواهم داد در مهتابی ترین شب خدا خواهم آمد و تو تنهاییت را با دستان خود به من تسلیم خواهی کرد در مهتابی ترین شب خدا خواهم آمد و تو تنهاییت را با دستان خود به من تسلیم خواهی کرد و من آن را بر صلیب نیستی خواهم کشید آنگاه از حسرت نداشتن این دموکراتیک ترین لحظات من و تو چشمه بگرید جویبار بنالد ستارگان شورش کنند و ماه دیوانوارتر از همیشه خدا زار زار بخندد تقدیم شما و دوستان و مخاطبان معزز خیلی زیبا بود تشکر یک جهان جناب دکتر صاحب عبدالرحمن شکور واقعا خیلی زیبا
صحبت نمودید و خیلی شیوا هم دکلمه نمودید. ما لذت بردیم. شما سلامت باشید. سپاسگزارم. و حالا سراغ مهمان گرامی بعدی من می رویم. جناب دکتر خوشنظر پامیرزاد. جناب ایشان در ولسوالی یا شهرستان شغنان ولایت بدخشان زاده شدند. مدرک دکترایشان را در رشته تاریخ از دانشگاه دولتی تاجیکستان به دست آوردند. مقالات علمی، تحقیقی، تاریخی و زبانشناسی، شعر و داستان در مجموعه های مختلف به زبانهای فارسی و شغنانی به نشر رسانیدند و در شهر مونتریال کانادا زندگی میکنند. شما بفرمایید جناب دکتر خوشنظر پامیرزاد. بنابه خداوند توانا و دادگر، سلام و درود خدمت شما جناب حمید صاحب و بزرگان و دانشمندانی که حضور دارن و به خدمت تمام کسانی که ما را میشنون یا میبینن. جای خوشی هست که بار دیگر در رخنامه که از بزرگان سخن و ادب زبان شیرین فارسی بزرگ داشت می کنند قرار می گیرم. امروز یکی از شخصیت هایی که حقیقتا شیرینی شعر از او همون گفته حافظ را بیاد می آورد که حتی توتی را شکر شکن می کند، ایرج میرزا، یکی از زبدگان شعر زبان فارسی هست و قسمی که بزرگان قبل برین در مورد زندگی نامش مطالبی را پیشکش کردند، دیده می شود که این شاعر در این جوانی دنیا را ترک گفته، با عمر 51 سالگی از جهان رخت سفر بسته و در این عمر کوتاه حقیقتا از خود یادگار عظیمی به جای گذاشته. اینکه چی ارزشی شعر ایرج میرزا دریافته وابسته به همان توانایی سخن و کلام ایرج میرزا میگیرد. ایرج میرزا یک شاهزاده قاجاری هست، دوری که از زندگی نامش برمی آید، زندگی ادبی و شعری این شاعر بزرگ در دو مرحله ارتباط می یابد. مرحله اول تا جایی که دیده می شود و کسانی در مورد آثار از او تحقیق کردن در مورد زندگی نامه از او چیزهای نوشتن، مرحله از اول زندگی از او دوره جوانی، نوجوانی و جوانیش است که در این مرحله سخن شعر ایرج امانا بیشتر به مدایی در عد مد قرار میگیرد که در اواخر دوره قاجاریه این مرحله شعرش امان و مدع مقامات، اشخاص و بزرگان قاجار است. ولی زمانی دوره قاجاریه جای خود را به دوره پهلوی میگذارد و این مرحله را بزرگان جامعه شناسان به نام مشروطیت میدانند، میگویند و همچنان انقلاب مشروطه را به این دوره نسبت میدن، در حقیقت در سخن و شعر ایرج هم تغییرات عظیمی آمده است. از آنجایی که گفتن بزرگان با آن که ایرج از جمله شاهزاده ها بود، اما در زندگی خود با فقر و تنگدستی ها مواجه می شود. این تغییر زندگی سبب می شود که ایرج با
بخشی از جامعه که امان و طبقات معروم کشور یا جامعه امون وقت هن زحمتکشان، تیدستان، فقرا، ایرج با اینها هم فکر و هم درد می شود. به این معنی که یعنی آنچه که مردمان تیدست طبقات معروم جامعه از نبود شرایط بهتر زندگی رنج میبرند، با مشکلاتی برای امرار حیات دست و پنجه نرم میکنند، ایرج هم در چنین حالتی قرار میگیرد. این به نظرم این بخش زندگی ایرج بر روح و روان ایرج تأثیر میکند و شروع میکند از مرحله اول شعری خود که امان دوره جوانیش است عبور می کند. یعنی با امگام با انقلاب مشروطیت ایرج هم در زندگی شعری خود تغییراتی را میاره، تحولی در شعر ایرج رونما میشه. این تحول امان اصلاح طلبی رویه اصلاح طلبی ایرج هست که در شعرش با وجود دیده می شود. در شعر اصلاح طلبی ایرج عموماً قسمی که دانشمند بزرگ اشاره کردن بیشتر تمایل پیدا می کند بر رویه بر اصطلاح تمایل پیدا می کند بر اشرافیت بورژوازی که در مرحله مشروطه یا در دوره مشروطیت این رویه برای ایرج دست می ده و ایرج شدیداً منتقد شرایط به اصطلاح منتقد عمان دوره و عمان وضع می شود. یعنی روح اصلاح طلبی در ایرج از نقطه نظر مناسبات اجتماعی قوت می گیرد و بیشتر اشعار خود را به آن تخصیص می دهد. خب ایرج رویه آزاد منشی دارد. شعر ایرج عمدتاً در جهت روشن فکری جهت می‌یابد، آزاد اندیش است، از هر نوع بغض و عداوت نسبت به دیگران مبرا است و با تعصب آشنا نیست، تعصب را هرگز نمی‌پذیرد. چون این خصوصیاتی در شعر ایرج را دانشمندان منعکس ساختند. ولی به طور عموم با آن که اندرد است با تیدستان، با آن که اندرد است با ان فکر است با فقرا، با آن که اصلاح طلب است ولی عوام را هرگز نپسندیده، رویه عام را قبول نداشته و عوام را فاقد شعور سیاسی حساب میکنه و میگه که عوام درک اجتماعی ندارن، شعور سیاسی ندارن. امین رویه در شعرش هم باستاب یافته. در بخشی از یک شعرش میاد که رهایا جملگی بیچارگانن که از فقر و فنا آوارگانن، تمام از جنس گاو و گوسفندن، نه آزادی نه قانون میپسندن، برای امچو ملت امچو مردم نباید کرد عقل خیش را گم. این گونه اشعار که در شعر ایرج دیده می شود امانو بیزاری از روی عوام بودن مردم دارد. خب البته همین روی به اصطلاح نقد ازو که بر بنیاد اصلاح طلبی مطرح میکنه، پیشکش میکنه، هر قش و طبقه در جامعه کی بوده در برابر قرار میگیره. باهان که سیاسی نبوده، میگوین که سیاسی نبوده، ولی گاهی اجویه های سیاسی دارن. یعنی اجویه هایی که بسیار جالب است، تعدادی از افراد قشری و ریاکاری که از مذهب سوء استفاده می کنند مورد ملامتی قرار می دهد، عجو می کند و مذمت می گوید. در یکی از این عجو نامه هایش
به نام عارف نامه هست. جالب هست در گلایه از خداوند با آنکه ایرج خود به مذهب عقیدمند است و دین عقیدمند است، ولی در گلایه از خداوند میگوید که به دست توست وضع و تنگ دستی، تو عزت بخشی و ذلت فرستی، تو این آخوند و ملا آفریدی، تو توی چرت ما مردم دویدی، خداوندا مگر بیکار بودی که خلقی مار در بستان نمودی، چرا ارجا که دابی زشت دیدی، چرا ارجا که دابی زشت دیدی، برای ما مسلمانان گزیدی، میانی مسی و آقا چه فرق است، که او در سائل این در دجله غرق است، بیا از گردن ما زنگ وا کن، ز زیر بار خر ملا را کن، در ایران تا بود ملا و مفتی، بروزی بدتر از این هم بیفتی. ایرج با چنین رویه انتقاد میکند، نقد میکند و عجوا میگوید. خب البته نه تنها در جامعه از ملا و به اصطلاح افراد ریاکاری که از دین و مذهب سوء استفاده کردن ملامت میکنند آنها، بلکه همیشه منتقد به اصطلاح اوضاع اجتماعی و سیاسی جامعه سنتی بوده، از این رو از تملق و چاپلوسی انتقاد میکنه، چاپلوسی و تملق را هرگز نمیپذیرد و با زبان طنز میگوید. جالب است که زبان طنز ایرج زبان آرام ملایم، نیشی با نوش هست، یا نوشی با نیش هست. این زبان طنز ایرج در برابر تعداد زیادی به اصطلاح بوده. در مورد چاپلوسان متملقین میگوید که نام این رسم را چنادانان ادب بن آدهند، بیشتر از صاحبان سیم و زر رم می کنند، بیشتر از صاحبان سیم و زر رم می کنند، گر وزیری از در آید رم مفصل می شود، دیگر آنجا اهل مجلس معتبر رم می کنند. خب همچنان مسائل به اصلاح مرحله دوم زندگی شعر زو، شعر پخته هست، با پختگی رسیده، اما رقمی که دو بزرگوار پیشتر فهمیدن و بزرگان دیگری در تحقیقات خود در مقالات و کتابهای خود منعکس ساخته بازتاب دادن، شعر ایرج در این مرحله شعر با پختگی رسیدگی هست و جهانبینی تازه ایرج دست می‌یابد و این دلیل آن است به نظر ما در این مرحله ایرج سفرهایی در پیش میگیرد و دنیای به اصطلاح اروپا پایش میکشد، قدم میگذارد، زبان فرانسوی را میآموزد، همچنان زبان فارسی و ترکی را در حد یقین که به حد اعلایش وارد هست، تا جایی با زبان روسی آشنا میشود، قسمی که امید صاحب گفتن. این همه سبب میشه که تا جهانبینی تازهی پیدا کند و شعرش به پختگی برسد و مرحله دیگری از زندگی ایرج در شعر آغاز میشود. البته قسمی که عرض کردم خدمت شما بسیار آشتی ناپذیر است با افراد متملق، با افراد ریاکار و اینها، که در این مورد حتی جالب هست که حتی اثری دارد به نام عارف نامه. عارف نامه قصه یکی از دوستایش هست که چگونه با او دوستش با او برخورد می کند، مواجه می شود و همچنان به اصطلاح رویه‌ای که او دوستش نسبت به ایرج در پیش میگیرد و ایرج سخت براشفته میسازد و ایرج هم میشیند، در یادداشت میگوید که آنقدر بالایش تأثیر انداخته که ناگزیر شده یک طرحی را به نام عارف نامه برزد و در یک شب 60 بیت
و ارتباط عارف نامه ایجاد میکنه که البته بعدا ابیات زیادی شامل از چی میشود. خب رقمی که خدمت شما عرض کردم که در عارف نامه از وضع ملک می نویسد، زبان تنزیه با آن که در ظاهر بسیار شیرین هست اما در اصل خیلی خیلی زننده هست. ما یک چند بیتی از همین زبان تنزیش و خدمت شما با قرائت می گیرم. می گوید که شب و روز آن یکی قانون نویسد، ببیند هرچه گوه کاری بلیسد، ببیند هرچه گوه کاری بلیسد. کسافتکاری پیشینیان را نگویم تا نیالایم دهان را. از آن روزی که این عالی مقام است تمامی آن کسافتها تمام است. وکیلان را بگو رو الامینند، ز عرش افتاده بابندی زمینند. مقدس زاده هند از مادری خیش، گناه است ارکوی مرغانشان کش. یقیناً گرز بی چیزی بمیرن و ایچ اسم دیگر سودی نخود برشوت از کسی چیزی نگیرن. یقیناً گرز بی چیزی بمیرن برشوت از کسی چیزی نگیرن. بجز شعریه مقصودی ندارن و ایچ اسم دیگر سودی ندارن. فقط از بار مایی چند غاز است و ایچ که این بیچاره ها را چشم باز است. غمی ملت زبست خوردن مردند، ورم کردند از بس غصه خوردن. ز مشروطیت و قانون مزندم، مکن ارگز زوز این مملکت زم. بزرگان چون ببینند این عجب را، که عارف بسته از تعقیب لب را. عارف مراد از همو دوستش هست. خب به هر حال شعر ایرج واقعا شعر بسیار بلندی هست. امان قسمی که بزرگا گفتن در مورد شعر ایرج، یکی از سردمداران زبان شعر زبان فارسی در دور مشروطیت شده، و قسمی که دانشمند بزرگ ما فرمودن که در اشعار ایرج سخن مقام بالایی دارد، اما سخنی که در مورد مادر گفته واقعا جای خدا در همه دلها باز می کند. و همه کسانی که این شعر اشعار را در مورد مادر بشنوند بی شبه به یاد مادران می افتند. و به تقریب نزدیک بودن امروز به روز زن، من هم یکی از اشعارش به عنوان شعر مادر یا مهر مادر از ایشان برگزیده هم و خدمت شما به قرائت میگیرم. امیدوارستم که وقت داشته باشیم جناب امید صاحب، اگر وقت داشته باشیم قرائت میتونیم، اگر وقت فرصت نباشه بفرمایید دکلمه کنین. شعر مادر ایرج میرزا. داد معشوقه به عاشق پیغام، که کند مادر تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژنگ. با نگاهی غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ. مادری سنگ دلت تا زنده است، شاید در کام من توست شرنگ. نشوم یک دل و یک رنگ تو را، تا نسازی دل او از خون رنگ. گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساحت بی خوف و درنگ روی سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ. گرم خونین به منش بازاری تا برد زاینه قلبم زنگ. عاشقی بیخردی ناانجار نه، بلان فاسق بی اسمت و ننگ. حرمتی مادری را از یاد ببرد خیره از باده و دیوانه زبنگ. رفت مادر را افغان به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ.
قصد سرمنزل معشوق نمود، قصد سرمنزل معشوق نمود. دل مادر به کفش چون نارنگ، از قضا خورد دمی در به زمین. وندکی سوده شد او را آرنگ، وان دلی گرم که جان داشت هنوز، وان دلی گرم که جان داشت هنوز. افتاد از کف آن بی فرهنگ، از زمین باز چو برخواست نمود. پی برداشتن آن کرد آهنگ، دید که از آن دل آغشته به خون، دید که از آن دل آغشته به خون. آید آهسته برون این آهنگ، آه دستی پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. امیر صاحب اگر اجازه باشه یک سه چهار ربایی میخونم. بفرمایید. یک سه چهار ربایی دارم امنا را خدمت شما میخونم. در ملک که من اژدها جنگ میبلهد، روزانه هزار جوان رنگ برنگ میبلهد. این اژدر فسق و مافیا و تخدیر، بیرمتر از خر پلنگ میبلهد. آن حیز وجدان چو هست در تو نشان، دست بر سر دست گذار با یک پیمان. عهد بند و وفا کن به نجاتی انسان، که این رای صداقت است خیر و ایمان. فساد و فریب و فسق و مکر و تزویر، بافتن به مافیا بند و زنجیر. در بند کشن صداقت و راستی را، در ملکه که ما کنند انسان تخدیر. در ملکه که من که هست جاری جوی خون، چون وادی گرگ زورگوییست جنون. در وادی گرگ بود دریدن فرهنگ، در وادی گرگ بود دریدن فرهنگ. هر حال ندارد حساب شود جبن و زبون. فرمان امید دهد شاهنشه رو، موید برنگ سرخ در پهنه رو. امید در آن پهنه است تضمین حیات، سیراب کند امید را چشمه رو. در یاد وطن مدام قلبها خون است، این آلت انسان چرا و چون است. آنجا که وطن شده کشتارگه هام، خواص وطن چطور در آن مسکون است. یکی دو ربایی دیگه خدمت شما که وقت شما رو زیاد نگیرم. دارایی و ارزشان رفتند به باد، چیزی که زیاد شد به وطن هست فساد. آن روز که فساد و فسق آورد اشرار، کن بیخ ز عزت و شرف از بنیاد. دیدم که پلیدی امی عزت تانه، بر عزت آبروی کت خدای شانه. پرسیدمش چه بود این و آنت، پرسیدمش چه بود این و آنت. زد پوسخن به این و گفت چیزی نه. تشکر زیاد از عزیزان بزرگانی که سخنان چندم را شنیدند. من گفتای خودم اینجا به پایان میرسم. تشکرم. تشکر از شما جناب دکتر خوشنظر پامیرزاد. شما واقعا خیلی زیبا تحلیل و تجزیه کردید، در مورد ایرج میرزا صحبت های عالمانه نمودید. ما واقعا لذت بردیم. شما سلامت باشید. متشکرم. و حالا سراغ مهمان گرامی بعدی من می رویم، جناب عبدالاحد سعادت پنچیری. شاعر، نویسنده و آموزگار هستند. تحصیلاتشان را در رشته های انستیتیوت زراعت کابل و جامعه ملیه اسلامی دهلی هندوستان به پایان رسانیدند. مؤسس و آموزگار رانندگی در تورنتوی کانادا هستند. از سال 1969 به نویسندگی و از سال 2006 به سرودن شعر روی آوردند. غزل، مثنوی، رباعی، دو بیتی، شعر نیمایی، سپید و کوتاه می سرایند. آثار نشر شده ایشان قرار زیل است: زمزمه های آبی، بوسگاه عاطفه،
از لحظه ها تا واژه ها در آن سوی سطح و یک گزینه دیگر آماده نشر دارند. شما بفرمایید جناب عبدالاحد سعادت پنشیری. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلیدی در گنج حکیم، بلبل عرشند سخن پروران، باز چی مانند به آن دیگران؟ پرده رازی که سخن پروری است، سایه از پرده پیغمبری است. پیش و پسی بست صفت کبریا، پس شعرا آمد و پیشن بیا. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب حمید گرامی، مؤسس بنیاد حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رحمت الله علیه و فرهیختگان محترم و دانشمندان گرامی که تال صحبت کردند و بقیه عزیزان، امیدوار هستم که حضور گرامی هر یکشان به فیض معنوی ساعت بیفزاید. در آغاز میخوام که چند نکته فشرده درباره شاعر بنویسم. نمیدونم چند دقیقه وقت دارم. اگر وقت دارم وقت دارین بفرمایید. خب تشکر. شاعر اندیشه ورز متعال تقویم خلقت الهی است. با شهروندی در شهر همیشه تابان شعر به فرهنگ و ادبیات و معنویات خدمت میکند. شاعر ترجمان محیط زیست و رازهای چیستی است. شاعر پیامبر عشق و وحشور آفتاب است. شاعر از ماه شیر می نوشد و با شب می ستیزد. شاعر رشتگر است و بافنده، بافنده واژه و ترکیب و مصرع از انعکاسات شعور و تبلور فضل و فیض انسانی. شاعر دید نهان بین دارد و حس بیقرار و یابنده. تکوین ذهن شاعر از الهام، ادراک و یافته های او است. مواد سوخت آن هیجانات روشن، احساسات زلال، عطوفت بنفشین، دانش انبوه، تجربه و برداشتش از طبیعت و جهان متحرک و بالنده. شاعر رنگامیز بیان در قلمرو زبان و عاطفه است. شاعر نگاه کریستالی یا چند بودی به زمان و زمین و تحولات آن دارد و با نگاهی متفاوتر از دیگران به جهان و جریانات آن می نگرد و با عینک درون نمای پدیده گاهی روبرو و گاهی از زاویه به ارزش ها کنجکاوانه می بیند و تجلیگاه ها را از منبع آن به جستجو می نشیند و گلهای گلدان هستی را در شعای آفتاب می بیند، می بوید و به درک رنگ و بوی آن می پردازد و لبخند معنا را از لبان خشکیده و یا با تراوت فصلی گیتی میچیند و با شعای لایزر احساس رنگین کمان خیش را از آمیزه ابر و باران و آفتاب چتر هفت رنگ میبخشد و نگاهی مانع گذر به ماورای بنفش دارد و همین دلیل است که سخن شاعرانه اش اعجاز و اثرناکی مییابد. آری شاعر ماندگاری خود را با شعر زنده و برازندهش امضا می کند و از گمان به یقین می گذرد. شاعر با حلول در پدیده ها به دریافت پژواک ها می پردازد. از آوای پرستو، چهچهه گنجش، ناله بلبل، خانش قمری و قناری، غنبر کفتر، قیام درخت، تجوید جنگل، زمزمه ناگسست امواج، پژواک کوه، شیهه باد و عشق صحاب به ما سخن میگوید. شاعر سیمای پرندین بهار و زرین خزان را برمی نمایاند و با آن گفتگو میکند و آن را در شرح حال روزگارش باریت میگیرد. شاعر به دردها و علت معلول پدیده ها میپردازد و زبان مشترک با مخاطب مییابد. شاعر کالبد شکافی میکند و به هیئت ها هویت میبخشد. شاعر تا هفت اقلیم تأمل و تفکر را تای و در درنگ ها بذر ناله نی نکند، از تمنای تمول، آزادگی فقر، لذت ثروت، رفاه معنویت، عذاب اسارت، عاریت عیش، نشاط عمر، معراج عبودیت، عرفان الهی و لذت لحظه آگهی نمی‌یابد و نمی‌تواند شعر دلخواه همه را بسراید.
و شعر سخنی برتر آهنگین و معنیداری است که گوینده اش را هویت و عزت می بخشد و به جاودانگی می رساند. دوستان عزیز، مرحوم ایرج مرزا یک شهروند شهری شعر حوزه فرزانگی پارسی دری ناله ها و درد ها و رنج های زمان خود را سروده است. گویند در 16 سالگی ازدواج کرده و بعد از 3 سال از ازدواج پدر و همسرش را دست داده. این است جرقه هایی که ایرج را از مدار عام و به مداری شعر می کشاند و ناله نویسش می سازد. چون دوستان در خصوص زندگی موصوب به تفصیل صحبت کرده بودند، صحبت کرد مخصوصا دو دانشمند بزرگوار ما و خود شما جناب حمید صاحب، من نمیخوام زیاد اطاله شوه و وقت بیشتر بگیرم، اگر اجازه باشه برای یک تغییر یک چند قطعه شعر خود خدمتتان، دو سه پارچه خدمتتان کوتاه، یک دو کوتاه است، یک دوازده بیت است میخوانم اگر وقت داشتم، اگر نداشتم دو تایش میخوانم. بفرمایید. تشکر. جست یک لحظه. الا ای آسمایی کوه مغرور، الا ای آسمایی کوه مغرور، خبر داری ز گمنامان دیگر، خبر داری ز نسل مهرورزی به ترک خانه و تو گشت مجبور. الا ای آسمایی کوه مغرور، خبر داری ز دریاداری مزدور، ز بادی شرطه و امواج کاهل، ز جامی شوکران و آبی انگور. الا ای آسمایی کوه مغرور، الا ای آسمایی کوه مغرور. شعر دیگر دارم که ایمانش از آمو که جدا کرد، آمو که جدا کرد هم کنزد و کولاب، رودخانه به فریاد برآمد به سیلاب. آمو که جدا کرد هم کنزد و کولاب، رودخانه به فریاد برآمد به سیلاب. یک خطه دونیم گشت به دو ساحل جیهون، یک سمت خشکی و دیگر سوخت به گنداب. آن باغ می پخت همه سیب سخندان، افسرد رگ و ریشه‌اش از نقطه سیماب. پیوند زدند شاخه هر ساقه به هر نوع، تا فرق شود میوه ورزاب زدرزاب. سامان فرو ریخت به سامانه دیگر شد، سامان فرو ریخت به سامانه دیگر شد، تصویر دیگر دیسی گرفت جای به هر خواب. گردید بخارا به بخار چهره، گردید سمرقند تهی از گل قندش، گردید سمرقند تهی از گل قندش، آزرد بخارا و بخار چهره مهتاب. نه نصر بمان، نیز سمایل اثری وای، نه بلخ و سمنگان و نه آن رستم و سهراب. ای وارث فرهنگ تعالی نیاکان، ای وارث فرهنگ تعالی نیاکان، بیدار شو امروز کمی زود تر از خواب. با دست به هم دادن و همسازه شدن ها، چون موج بیرون آی از این گرده گرداب. تاریخ نوی زندگی خیش رقمزن، با قوت و اندیشه آیین جهان تا. دیگه من این فاگه وقت نداشته باشم، من اینجا ختم بس میکنم، اگه وقت باشه یک غزل کوتاه دیگه هم دارم، یک شش بیت میشه در دور دو من بخونه اینه وزیر. خیلی خوب، ممنون شما، ممنون شما که وقت دادین بر ما، جان سپاس. تشکر از شما یک جهان جناب استاد عبدالاحد سعادت پنچیری، واقعا خیلی زیبا زمزمه نمودید و ما واقعا لذت بردیم. زنده و سلامت باشید. تشکر استاد، لطف میکنید، ممنون شما. و حالا سراغ مهمان گرامی بعدی من میرویم، جناب استاد صادق زارعی. در ولایت دایکندی زاده شدند، در رشته زبان و ادبیات فارسی درس خواندند، مدت 43 سال به حیث آموزگار ایفای وظیفه نمودند، مدال های دولتی میر مسجدی خان و میر بچه خان را دریافت نمودند. بیشترین اشعار استاد زارعی در مورد وطن، صلح، زنان، کودکان، علم و امنیت می باشد.
شما بفرمایید جناب استاد صادق زاره. ابتدای هر سخن نزد حکیم هست بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام گرم خدا خدمت شما همه جان و مهمانان عزیزتان و بینندگان عزیز از اعماق قلب خود تقدیم میکنم. درباره ایرج میرزا دوستا روشنی انداخت، ما توسط یک پارچه شعر میخواییم که خب توصیفی برای روحی از او مرحوم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایرج میرزا که فخر شاعران بود، ایرج میرزا که فخر شاعران بود، به عصر و دوره قاجاریان بود. به عصر مشروطه اشعار نابش پر از معنا پر از علم و بیان بود. چو خورشید جهانتاب همون روز ز تخم و استبار عارفان بود. به اوج معرفت می کرد پرواز چو بلبل خوشنوا شیرین زبان بود. به الفاظ محلی گاه سرودن از آن شیوه حبیبی مردمان بود. زبانی انتقادی داشت گاهی میان کشورش با عز و شان بود. زی اجلال و جلالت دوری می جوست، همیشه هم نشینی محرومان بود. بنازم خصلتی اون گوهری ناب، بنازم خصلتی اون گوهری ناب، ادیب و شاعر عصر و زمان بود. میان گلشن دانش و عرفان، میان گلشن دانش و عرفان، رسا با قامت سروی روان بود. توانی شعریش آن عصر و دوران ز ایران تا به اوج آسمان بود. میان خطه و آن خاک ایران ادیبی پرتوان صاحب نشان بود. قلم از توصیفش عاجیز باشد چو مهر روشنی روی جهان بود. گهی از فرط دوستی با جوانان زبانش چون زبان کودکان بود. چو زاره در میان کشوری خود میان شاعران سرکاروان بود. همه سیب اگر اجازه باشه، دلم تنگ است، یک شعر برای مولانا سیبم نوشتم، امیرم بخونم اگر اجازه باشه. بفرمایید. جلال الدین محمد مرد دانا، ز بلخ باستان فرد توانا. چو مهر آسمان در اوج عرفان، بگیتی شد پدیدار لمعه ما. چو کیوان اختری تابنده آمد، ز پشت مرد صوفی نجم زیبا. بهاءالدین پدر بود مرد صوفی، میان مردمش چون سرو رعنا پدیدار. میان این جهان در سطح دنیا، ز جور مستبیدین همان روز، پدر گردد مهاجر از همان جا. به نیشابور مهاجر پا نهادن، در خانه عطار اعوا. ز نیشابور سفر در مکه بنمود، طواف کعبه زیبای الله. در آنجا رو به ترکیه نمودن، که تا دیگر نبیند روی غمها. نشست با شمس تبریزی، ورا کرد همیشه در سما و شور و غوغا. و آخر در سما و شور و فریاد، به قونیت و گویی رفت به رؤیا.
نبود رویا مگر بود خواب آخر، مریدانش نمود صورت چو دریا. زبعد مردنش چندین مذاهب گرفتن روی دوش تابوت وی را. منم زار فدای نام اویم، مهاجیرم کنون از جور اعدا. تشکر از حوصله‌مندیتان. دیگه اینمی رو ما معرفی کردم. تشکر از شما یک جهان جناب استاد صادق زاره، واقعا خیلی زیبا دکلمه کردید و خیلی زیبا سروده بودید. ما لذت بردیم. شما سلامت باشید و اگر شما خود در آینده ها هم ما در خدمت شما هستیم. زنده باشین و اگر شما میخواستین دکلمه دیگری هم داشته باشین در دور بعدی، بعد از اینکه داشته شدن میشه که دکلمه دیگه هم داشته باشین. ما را یک روز پیش که خبر کن، ما در خدمت حاضر هستم. یک شعر دیگه می خوانم. همین اکنون بعد از اینکه همین دور یک فرد درباره مادر. درست است. دوباره به یاد آور شبی یلدای مادر، به یاد آور شبی یلدای مادر، بلند بود نغمه لایلای مادر. تو را از شیر ای جان پروریدم، ندیدم هیچ کس همتای مادر. نغمه های بلبلان آید به گوش، ناله و آه و فغان آید به گوش. هر یکی از طعنه خاری جفا، جسم پرپر خون فشان آید به گوش. گلشن ما خاک ما بود ای جهان، حالیا آتش فشان آید به گوش. قلب ملت آتشین از جور و کین، کشتن دخت و زنان آید به گوش. نی ترحم نی مروت صد جفا، زجه پیر و جوان آید به گوش. تا بکی در خاک ما جور و ستم، انفجار از جاهلان آید به گوش. شد مهاجر نصف ملت کشته شد، آه سردی مادران آید به گوش. شد جهنم خانه فردوس ما، جور و کینی ظالمان آید به گوش. زار ام سرگشته ام دور از وطن، گریه های کودکان آید به گوش. بازم اگر خواسته باشین یک شعر عشقی دارم میخوانم. تشکر از شما جناب زاره صاحب، بفرمایید. دی نشان ده نشانه ساقی یا میخانه را، عاشقی ره گم کرده دیوانه را، عاشقی ره گم کرده دیوانه را. سرکشم جام شراب عشق یار، در بغل گیرم مهی جانانه را. سرکشم جام شراب عشق یار، در بغل گیرم مهی جانانه را. چشم مجنون در جهان لیلی بود، چی کند او نرگسی بیگانه را. نزد یوسف محبس و خانه یکیست، غم ندارد عاشق است زولانه را. تیشه فرهاد ز عشق کاخی بساخت، خورد به سر آخر چه سازد خانه را. از تهی دل عاشق و مستانه باش، سر بده تو نغمه مستانه را. عاشق و مجنون و دیوانه یکیست، چی کند در بزمیار کاشانه را. زار ام مجنون و رسوای جهان، از جفا ترکم نمودم خانه را. قربانید از حوصله مندیتان. تشکر. تشکر از شما جناب استاد صادق زاره، واقعا خیلی زیبا دکلمه کردید. ما لذت بردیم. شما سلامت باشید. و حالا سراغ مهمان گرامی بعدی ایمان می رویم. جناب حمید نادری، شما صدای من را دارین جناب نادری صاحب؟ بله، سلام عرض می کنم جناب شما، خدمت شما جناب آقای حمید و دیگر فرهیختگان عزیز، دوستان عالی قدر که در صفحه حضور دارم، و همچنین تمام بیننده هایی که در هر
گوشه ارزی کره خاکی نظارگر این برنامه شما هست. در خدمت هست. بله بفرماین جناب نوریسه. بله زنده باشین. در مورد جناب آقای ایرج مرزا بزرگواران اهل تحقیق اندازی کافی صحبت کردن و صحبت هم ماشاءالله بسیار عمیق و بسیار جمع‌آوری شده از حقایق بود که موجود بود. من فقط یک قسمتی از یک شعرشان دیدم و نظرم جالب آمد در مورد یک مجسمه زنی که اینا سرودن که در در کاروانسرا بود و یک دادم آمدن دور باگل پوشیدن و یادم آمد از فرخنده ای که در افغانستان بر یک همچین اتهامی یا با یک شباهتی مثل ازی با آتش کشیده شد و همون شعرش هم که میگه در سر در کاروانسرای تصویری زنی بگچ کشیدند ارباب عمایم این خبر را از مخبر صادقی شنیدند گفتند که واو شریعتا خلق روی زن بی‌نقاب دیدند آسی مسر از درون مسجد تا سردر آن سرا دویدند ایمان و امان به سرعت برق می رفت که مؤمنین رسیدند. خب بله ماجرای باقی شعر حتما شما بزرگوارا دیدین، من وقت شما را نمی گرم و من مطابق همت یک موضوعاتی و با وضعیت شرایط فعلی افغانستان و با همونطور یک شباهت هایی که فعلا در رابطه به اصطلاح امام خوشان یا روحانیونی که سواد علم و سواد و فهم دین ندارند و متاسفانه بر گرده مردم سوارند، همونطور یک شعر در یکی دو ماه اخیر گفته بودم، امورا به خانش میگیرم باز اگه فرصت بود خدمتان هستم و غیر از اون هرچی شما بگیرم. نام شعر خودم دایی چند بیت ویلان ماندیم چون واقعا ویلان و سرگردان. کم کم دلم برای خودم گشته تنگ تنگ و یک چیز دیگر هم یادآور شدم که زبان این شعرم واقعا زبان بسیار ساده و زبان است که از جامعه است. کم کم دلم برای خودم گشته تنگ تنگ عقلم فرار کرده سرم گشته من دل گفت پای رفت ولی عاقبت چه سود دل ناامید گشت و پایش پای لنگ لنگ. یک بار راه گم شد ابابیل ها رسید آری نصیب دنگ مدام است سنگ سنگ از بس که رنگ دیده و نیرنگ خورده اند آینه ها کدر شده و بسته زنگ زنگ. ای وای فتنه کل جهان را گرفته هست حتی درون سینه من هست جنگ جنگ مصروف قسط و جمع غنایم بودیم تا دیدم سپاه کینه رسیدند هنگ هنگ. شیخی نشسته رو روی منبر خطاب بران شیخی نشسته رو روی منبر خطاب براند بیچاره مست بود ز تأثیر بنگ بنگ می گفت زیر برقه و پستو رود زنان غلمان به بعض مست برقصند شنگ شنگ مسجد شو گشت جای از آنهای انزجار ناکوزها به تقنه براورد زنگ زنگ دل را ستوده قافیه محصور کی کند دل را ستوده قافیه محصور کی کند معنی به گوش خلق بزن دنگ 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 ساز دلم شکست و نوایم پر از غم است تاری بیاورید و نوازید چنگ چنگ. این چند بیت ما با حضور سربازان اما و بسر ما در افغانستان چند وقت پیش گفته بودم که امیدوارم مورد توجه و حوصله شما قرار گرفته باشه و باز اگه فرصت داریم یک چند مصرع یا یک چند دل گفته هم
و سبک شعر نو دارم که اگر اجازه بدین بخوانش میگیرم. بفرمایید بفرمایید. دل من حق دارد، دل من حق دارد که کمی تنگ شود و کمی ناله کند. یادمان هست که از روز اول چوب مکتب رفتیم گفت بابا نان داد. چند مدت که گذشت قصه ها رنگین شد، رنگ خاکستری و زرد و سیاه. داستان دیگر شد، موضوع درس یکی روبه شد، روبهی که همه جا را میگشت، از پی جوجه ها را میخورد، از پی نان کلاغی میرفت، در کمین از پی خرگوش همی میپایی تا مگر لقمه چربش بکند. همه روباه شدی. یادمان رفت که بابا نان داد، همه روباه شدیم، قصد جام و سر و همسایه نمیدیم، مال همشهری خود را خوردیم، جیره بیوزنی را بردیم، یاوه و لا و لهب بهر غریبان گفتیم، بیخبر از دل اولاد یتیمی خفتیم. یادمان رفت که بابا نان داد، همه روباه شدیم، روبه را پاس نمودیم و همه گرگ شدیم، روبه را پاس نمودیم و همه گرگ شدیم، بدریدیم دل مردم شهر، دل بابا بشکست، جگرش خون و لبش خشک و لبش رخش زرد و لبش غرق دعا که چی شد. این نه آنیست که من راهی مکتب کردم، عشق از چشم پدر روی ابریشمی ریش سفیدش لغزید، ناامیدانه به دیوار دلش تکیه زده منتظر بود و لبش غرق دعا، منتظر بود و لبش غرق دعا که چرا فرزندش گرگ گردیده و بی شرم و حیا. و اجل آمد و بابا را برد، و اجل آمد و بابا را برد، گرگ ها ماند بجا، شهر در فتنه و آشوب رها. وای بابا جان داد، وای بابا جان داد. یه دو قطعه شعری بود که با دو سبک مختلف بر شما و خوانش گرفتم، خدا کنه که زیاد مزاحم وقتتان نشده باشم. اگر کدام قطعه دیگر هم میخواین دکلمه بکنین ما در خدمت هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. من میترسم که عزیزار هم مزاحم شاندرشون. بله تو خمو میتونیم که از عاشقانه ها هم بر شما بخوانیم، اما خب من نمیفهم شما چقدر وقت بر من میتونیم بتین. با یک قطعه دیگر هم خوب بخوانیم ببینیم باز. چشم. یک قطعه دیگر میخوانم بنام بهانه، یک غزل از کوتاست. چه بهانه قشنگی که تو را بهانه گیرم، چه بهانه قشنگی که تو را بهانه گیرم، به نم دو دیده شاید ز دلم جوانه گیرم، به خیال شام زلفت شب و روز من سیاه شد، به هوای مای رویت سفر شبانه گیرم، چو شم از زبان سوزان سخن غم تو گویم، چه شراره قشنگی که تو را زبانه گیرم، لب نیشکر شکستم به لبم شکر نیامد، بگشا بشکن سکوت لعلت که شکر اعانه گیرم. با کجا روانی ای دوست، و کجا روانی ای دوست، که تو را خانه قلب است، به درای کس شمیم دم جاودا نگیرم، نه حریف چیر دستی نه نگار می بدستی، تو بیا که با تو امشب تب عاشقا نگیرم، تو بیا که با تو امشب تب عاشقا نگیرم. تو که در سخن نگنجی، تو که در سخن نگنجی، نظری بکن به حالم که ز آهوی دو چشمت گپ ساهرا نگیرم، سر صد ستوده بادا به فدای تار مویت، سر صد ستوده بادا به فدای تار مویت، مددی
کتار زلفت و بغل چشانه گیرم، که انشاءالله که دیگه وقتتان رو نمیگیرم. تشکر از اینکه با ما فرصت دادین، ممنون از محبت شما و عزیزایی که شنیدن. از شما جهان تشکر. جناب حمید نادری در شهر کابل زاده شدند، در رشته اقتصاد تحصیل کردند و در کشور آلمان زندگی میکنند. واقعا خیلی زیبا دکلمه نمودید، ما لذت بردیم، شما سلامت باشید. ممنون از لطف شما، تشکر از همه. جناب عبدالهادی نظری، شما مشکل فنی پیش آمد، از برنامه بیرون شدین. اگر حالا میخواین ما در خدمت هستیم، شما بفرماین. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود عدم، هر وعده که دادن به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتن غلط بود و ریا بود. چوپانی انگله و گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از غفلت و بی‌حالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا، اینها همه لالایی خواباندن ما بود. درود خدمت همه فرهیختگان و قلم بدستان و عزیزان که در این برنامه حضور دارند و سخنان ارزشمند درباره ایرج مرزا، این فخر الشعرا و یک از شاعران برجسته حوزه زبان و ادبیات فارسی بیان کردند. ادبیات خودش تنها سر و کارش با انسان‌های محقق و پژوهشگر نیست. ادبیات چیزی به ما یاد نمی‌دهد، بلکه ادبیات فراتر از این حرف هاست. خواندن ادبیات تجربه فراتر از آموختن، فراتر از تحقیق و فراتر از تتبع است. ادبیات حتی وسیله در هم شکستن حدود و قالب ها نیست، چیزی است فراتر از وسیله و فراتر از همه حدودها که در هیچ قالبی نمی گنجد. ادبیات غایت آمال ماست، عالی‌ترین محصول زندگی و مقصود و معبود ماست. شاید با آموزش و پژوهش بتوانیم مقدمات و وصال به این معبود را فراهم کنیم، اما از مقدمات وقتی عبور میکنیم میرسیم به آزادی. وقتی ما از ادبیات حرف میزنیم فقط با آزادی سر و کار داریم و مخاطب ادبیات یک خواننده آزاد است که با شور و شوق به سراغ کلام می آید و با آن جفت می گردد. و در درجه اول ادبیات می خواهد که خواننده از او لذت ببرد. همین قسم که یاد کردیم در زبان ادبیات فارسی دری، ایرج یکی از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود، که تجدد به معنی همون نوگرایی است و نوید قطعی و جازم البته نوگرایی و تجدد ایست که با زودن خرافات، موهومات، سنت ها و اسطوره ها و با پیروی از عقل و خرد و اتکا به علم و هنر و اتکا به دانش، انسان را به آرمانشهر، مدینه فاضله، امنیت، رفاه، نیکبختی و سعادت برسانه. کلام ایرج مرزا کلام عام است. کلام ایرج مرزا کلام است که ما در دبیرستان، البته در دوره مکتب، شاگردان مکتب ما از صنف‌های بسیار پایان از دوره متوسطه با اشعار ایرج مرزا آشنا هستند. ایرج مرزا وقت شعر عامیانه گفته و در خور کودکان
هم داده یکی از زیاران آنقدر بد دیدم که از یار می ترسم، به بیکاری چنان خو کردم که از کار می ترسم. شاپویی ها خطرناکند و ترسیدن از آن واجب، ولی با این خطرناکی من از دستار می ترسم. نه از مار و نه از گژدم، نه از این پیمان شکن مردم، از آن شاهنشه بیدین خلق آزار می ترسم. نمی ترسم نه از مار و نه از شیطان نه از جادو. غمی خود را به یک سو هشته از غم خار می ترسم. چو به اصرار کار از دست مردم بر نمی آید، چه کار آید به دست من که از اصرار می ترسم. یک شعر دیگر هم که تقدیم میکنم به حال امروزهای وطن ما است، سروده ایره هم به تقدیم میکنم. وطن حالت شبیه کرکسان است، و حاکم در خودش غرق و نهان است. و سردمدار قدرت ها بگویید که این حالت به ما از سهمتان است. ببینید وضع ملکی در بدر را، خیابان در خیابانش خزان است. و ملکی دیگران پیشرفت ببینیم، چرا این سرزمین عقب روان است. ز آبادی دیگر هرگز نپرسید، به این پرسش همه اندر گمان است. ولی باشد پس از ناامیدی امید، هنوز این خطه را نکباوران است. اگر دزدان دریده خیل ما را، اگر دزدان دریده خیل ما را، هنوزم دشت ما پر از شبان است. هنوزم دشت ما پر از شبان است. از تمام شما دوستای نهایت گرامی که در برنامه حضور پیدا کردید، شعر خواندید، دکلمه کردید، صحبت کردید، جناب دکتر عبدالرحمن شکور، جناب دکتر خوشنظر پامیرزاد، جناب استاد عبدالحد سعادت پنشیری، جناب استاد صادق زاره، جناب دکتر عبدالقیوم طاهری، جناب عبدالهادی نظری و جناب حمید نوری، از تک تک شما عزیزان جهان سپاس، و همچنان از بینندگان گرامی من که ما را تا این دم همراهی کردن یک جهان سپاس. برنامه کنونی در همین جا به پایان میرسد. تا تقدیم برنامه های بعدی که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند میسپارم. شب و روز همه بخیر. خدا حافظ. خدا نگهدارش. خدا حافظ.